کوچه ایرانیان. داستان کوچه ما ایرانیان داستان بسیار غم‌انگیزی است. در سال 1979 یک ملایی را به ایران آوردند و در نتیجه چندین میلیون ایرانی مجبور به ترک وطن شدند. دلایل کوچه ما ایرانیان هم داستان شگفت انگیزی است. اما واقعا سرمون کلا باز شد؟ نه. چی بود؟ پس اشتباه من چی بود؟ جواب من به تاریخ اینه که من اشتباه همین بود. مثل خیلی از مردم ایران، مثل خیلی از روشن فکران، حتی جریانات چپ، ما مبارزه با شاه رو اصل کردیم. گفتیم شاه بره، هر کس بیاد بهتره. گفتیم هممون یا نه؟ فقط من نگفتم که، همه گفتید. مسئولیت رو لوس نکنید، نگید که کی بود که بود من نبودم. کوچه ایرانیان یک برنامه مستند جامعه شناختی است که ویژه ایرانیان داخل کشور تهیه شده و به عوامل مهاجرت چندین میلیون ایرانی ترک وطن کرده میپردازد. اگر خاک من از دست بره جایی ندارم، دل موندن برنامه دیدار ندارم. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. با درود به همیهنان گرامی، روی سخن این برنامه در مرحله اول با هموطنان داخل کشور است و سپس کسانی که با تلویزیون ایرانیان آشنایی ندارند، زیرا به دلیل ثبت تمام دوران نابسامانی غربت ما تاریخ نگار جامعه غربت گزیده هستیم. اما به دلایلی برای اولین بار پس از 33 سال ما در یک برنامه 24 ساعته که از مدیریت حرفه‌ای برخوردار است، هممیهنان داخل کشور خودمان را مورد خطاب قرار می دهیم. بد نیست بدانید کسانی که چون من پس از وقوع انقلاب و کشتار سران رژیم گذشته در روزهای آغازین انقلاب اسلامی کشور را ترک کردیم، نسل اول مهاجرین ایرانی را تشکیل دادیم. پس از ما چند نسل دیگر نیز با دلایل خود اقدام به مهاجرت کردند و در این اواخر حتی پس از جنبش سبز نسلی تازه از روزنامه نگاران جوان نیز به خارج از کشور پناهنده شدند که این واقعه خود بحثی جداگانه نیاز دارد. ببینید، من تا الان هم پناهنده نشدم، اقامت دارم. من فوبیای مهاجرت از طریق پناهنده شدن داشتم و صادقانه میگم تا الان هم هنوز نگهش داشتم. من شرایط سختری هم برام درست میکنه. جهت آشنایی شما با این برنامه بد نیست شما را با اولین برنامه تلویزیون ایرانی خارج از کشور آشنا کنم. به تشخیص من این اشاره قبل از اینکه شما به دیدن برنامه هفتگی کوچه بزرگ ایرانیان بنشینید لازم است. IRTV اولین تلویزیون ایرانی در خارج از کشور، ساعت 11 یک شنبه هر هفته، مجموعه اخبار هفتگی تلویزیون ایرانیان با بهره‌گیری از منابع موثق خبری بین المللی، به دور از هر گونه جنجال، هیاهو و شایع پراکنی، تصویری واقعی و کامل از وقایع جاری ایران را در برابر شما قرار می‌دهد. ساعت 11 بامداد هر یک شنبه، کانال 18. من در ماه‌های آغازین سال 1979 به قصد اقامت چند ماه به لس آنجلس آمدم. هنوز هجوم ایرانیان به این شهر آغاز نشده بود، ولی من حس می کردم گریز از کشور آغاز شده است. اصولا اکثر ایرانیان در آن زمان مهاجرین جنب و جتی بودند، یعنی به راحتی می توانستند ویزای آمریکا بگیرند و به سوی آمریکا پرواز کنند. از آنجایی که حرفه من فیلمسازی است و مستندسازی است، متوجه شدم که باید این حرکت ایرانیان را ثبت کرد و در این بین در یکی از کانال‌های تلویزیونی آمریکا شاهد پخش برنامه‌های اقلیت‌های دیگری چون فیلیپینی و هندی شدم. همه این عوامل باعث شد تا در تابستان سال 1979، یعنی 6 ماه پس از انقلاب اسلامی، با کانال 18 لس آنجلس قراردادی برای پخش یک برنامه تلویزیونی ایرانی منعقد کنم و سپس برای آوردن وسایل کارم به آلمان و ایران سفر کردم. اما درست در موقع بازگشت من
سفارت آمریکا در تهران اشغال شد. 4 نوامبر 1979 و من هم به لس آنجلس بازگشتم تا برنامه را که تلویزیون ایرانیان نامیده بودم و مخفف آن به انگلیسی IRTV است شروع کنم. زمستان سال 1979 بود، مطابق با 1358 ایران. در آن روزها هموطنان ایرانی لس آنجلس ما پس از گروگانگیری آمریکایی‌ها در یک نابسامانی و پریشانی خاصی به سر می‌بردند. مانند آغاز حکومت هیتلری در آلمان، گروه گروه دور هم جمع می‌شدند و سعی می‌کردند که با گرد همایی بر احساس ترس از آینده نامشخص و غم دوری از خانواده حاکم شوند. در این بین فقط تلویزیون ایرانیان بود که دوربین فعالش حرکت جامعه را ثبت می‌کرد. هیچ برنامه تلویزیون فارسی در آن دوران نداشتیم. نه تلویزیون صدای آمریکا وجود داشت و نه تلویزیون BBC. یادتان باشد که در آن دوران نه کامپیوتری که میشناسید به بازار آمده بود و نه اینترنتی وجود داشت. اصولا در بین ایرانیان هم یک نفر دوربین ویدیو نداشت، چون دوربین های ویدیوی سنتی و خانوادگی چند سال بعد به بازار آمد و از آنجا بود که ما کوچ ایرانیان را که تازه آغاز شده بود ثبت کردیم. همانطور که اشاره کردم در آن روزها ایرانیان در وحشت و نگرانی خاصی به سر می بودند و به همین دلیل همه شب گرد هم جمع می شدند تا با نگرانی که در آنها تولید شده بود مبارزه کنند. شب شیراز برگزار کردند و دکتر صدرالدین الهی نویسنده سرشناس میهمان آن شب. تصورم اینه که پیشتر از هر چیزی باید راجع به ایران فکر کنیم و اونچه که ما رو به هم میپیونده و اون حلقه محبتی که ایران به گردن همه ما انداخته هیچگاه فراموش شدنی نیست. من در طول این مدت درازی که نسبتاً پیش از وقایع از ایران آمدن به این طرف، هر ایرانی رو که دیدم یه نگرانی در او دیدم. من امشب میخوام فقط این نگرانی رو به یک زبان خیلی ساده ای از ذهن همه شما دور کنم. بسیاری از هموطنان عزیز من بارها با من روبرو شدن و از من پرسیدن فلانی ایران چی میشه؟ عاقبت ایران چی میشه؟ ما یک بیت از حافظ رو فکر میکنم براتون اگر بخونیم به این سوال اول شما جواب میدیم. به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. بعضی ها گفت، دیگری از دسته مردمی که به من برخورد میکنن میگن این چراغ داره خاموش میشه، این چراغ داره خاموش میشه و نگرانن که این چراغ خاموش بشه. جواب این دسته رو با یه بیت دیگه میدیم. چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. در مورد این زهد کاذبی که همه رو در خود گرفته صحبت میشه، بازم به حافظ متوسل بشیم و بگیم گرچه بر واعظ شهرین سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. و اما برای اطلاع شما، دوربین تلویزیون ایرانیان IRTV که اولین برنامه تلویزیونی خارج از کشور است، منعکس کننده زندگی ایرانیان غربت گزیده از ماهای
آغازین کوچ بزرگ ایرانیان به لس آنجلس می باشد. این تصاویر حتما برای شما تازگی دارد. بیش از 3000 نفر از ایرانیان مقیم لس آنجلس در تظاهرات گسترده‌ای که علیه ورود رئیس جمهوری رژیم اسلامی ایران علی خامنه‌ای تشکیل گردیده بود شرکت کردند. اکثر کانال‌های تلویزیونی لس آنجلس جریان این تظاهرات را یک شنبه شب در بخش خبری خود پخش و به نمایش صحنه‌هایی از آن پرداختند. در جریان تظاهرات نیوشا فرحی در اعتراض با ورود علی خامنه‌ای و رژیم اسلامی اقدام به خودسوزی کرد که بلافاصله به بیمارستان اعزام گردید. Because of Khomeini's president coming to United Nations, he's done that to protest that he's not the president of Iranian people. پزشکان معالج وی اظهار داشتند در جریان این خودسوزی 60% از بدن وی سوخته است. سلام بینندگان عزیز، امروز یک شنبه 4 اکتبر 1987 برابر است با 12 مهر ماه 1366 شمسی. بینندگان عزیز، به علت درگذشت نیوشا فرحی که در رابطه با مسافرت علی خامنه‌ای به نیویورک اقدام به خودسوزی نمود، تلویزیون ایرانیان کلیه برنامه‌های معمولی خود را قطع کرده و پس از پخش اخبار، برنامه‌های امروز صرفاً در رابطه با درگذشت نیوشا ارائه می‌گردد. آن یکی در مردانگی‌اش شک کرد و ندانست که او مردترین همه ما بود. آن دیگری کوشید پیکر آتش گرفته او را با ذهن قاب گرفتهش ارزیابی کند و ندانست نیوشا فدایی بود، اما فدایی ایران. آدم ها می آیند و می روند، چراغ ها روشن و خاموش می شود، خانه ها بزرگ می شوند، مدل و رنگ ماشین ها عوض می شود، از دلالی اسلحه یکی قربانی فر می شود و یکی حکیمانه با فروش شرف و اعتبار ایرانیش روی میلیون ها قلط می زند. اما آن که جان را بر دست می گیرد و قلب خون گرفته در کمان می نهد و به خورشید می پیوندد، توی همه ما یکی بود. لس آنجلس برخلاف آنچه که تا کنون از اکثر برنامه های ماهواره دیده اید، شهر عیش و نوش برای ایرانیان غربت گزیده نبود و نیست. متاسفانه اکثر برنامه های 24 ساعته چهره ایرانیان کالیفرنیا را غیر واقعی به شما معرفی کردند، زیرا هدفشان سرگرمی و برگزاری کنسرت و یا فروش کالا و یا جمع‌آوری پول بوده، نه ارائه سیاسی اجتماعی که به جامعه غربت گزیده آگاهی دهد. به همین دلیل شما از لس آنجلس تصویر مخدوشی دارید. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک فریباست ولی خاک وطن نیست. انگیزه ما در برگزاری شب شیراز یا شب ایران یا شب دوست همین بوده که ما همدیگر رو پیدا کنیم، با هم بجوشیم، قدر هم رو بدونیم. شب مهتاب و ابر پاره پاره، کباب قمری و می در پیاله، رفیقون قدر یک دیگر بدونین، رفیقون قدر یک دیگر بدونین، خدا کی میدهد عمر دوباره. در این شهر یعنی لس آنجلس فرهیختگان بیشماری هستند که به کارهای عامل منفعه میپردازند، بنیادهای اجتماعی تولید کردند و یا مانند بسیاری از استادان ایرانی دانشگاه ها به تدریس مشغولند و تولید فرهنگی میکنند. اما طی این سالها دو تن بیش از همه در ساختار اجتماعی لس آنجلس موثر بودند. این دو تن عبارتند از دکتر فرهنگ هولاکویی که طی 20 سال گذشته با ارائه مباحث جامعه شناسی نقش بسیار مهمی در ساختار جامعه ایرانیان غربت گزیده ما ایفا کرده است. در کنار او دکتر علیرضا نوری‌زاده که طی 30 سال گذشته بی وقفه مسائل سیاسی اجتماعی ایرانیان داخل و خارج کشور را از طریق آنتن تلویزیون ایرانیان در اینجا برای ما مورد نقد و بررسی قرار داده، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اگر رشد سیاسی و پایگاه‌های فرهنگی کالیفرنیا را در جامعه ایرانی مورد سنجش قرار دهیم، می‌بینیم که نقش این دو ایران دوست خدمتگزار در ساختار فرهنگی سیاسی جامعه ما از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. و اما تلویزیون ایرانیان که پل ارتباطی جامعه غربت گزیده است، طی 33 سال گذشته جهت دستیابی به اخبار و اطلاعات جامعه مهاجر، همه ساله با مسافرت به اروپا ایرانیان را در مسیر وقایع و دیدگاه‌های دیگر ایرانیان غربت گزیده قرار می‌داد. و همین نگاه ما به جامعه و پرداختن به مسائل آن یکی از عوامل گسترش جامعه لس‌آنجلس شد، به طوری که برای دیگر هم میهنان ما اهمیت داشت در شهری زندگی کنند که یک برنامه تلویزیونی فارسی زبان وجود داشته باشد، البته در سالهای گذشته، و آنها را در مسیر وقایع مربوط به ایران قرار دهد، که البته یکی دو سال پس از ما چندین برنامه دیگر نیز به جمع رسانه‌های لس‌آنجلس پیوستند. من راجع به تلویزیون صحبت می‌کنم، نه برنامه‌های ماهواره‌ای 24 ساعته. در اینجا من توجه شما را به گزارش‌های همکاران ما از اروپا طی سال‌ها همکاری جلب می‌کنم. ما بدبختانه این است که وقتی از نظر افکار با یکدیگر اختلاف عقیده داریم، حتی حاضر نیستیم هم دیگر رو ببینیم. متاسفانه من متاسفانه دیدم که در لس آنجلس شما این قضیه خیلی بیشتر. همینطوره. اینجا شاید یه مقدار، شاید هوا تأثیر داره، اونجا داغی آفتاب آدم‌ها رو خیلی پرشور میکنه، ولی اینجا تا یه مقدار زیادی مردم عادت کردن هم دیگر رو تحمل بکنن. اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر آب و هوایش نیست دلکش، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خاک صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. من این روشن زمین را می پرستم، من این روشن سما را دوست دارم. تمام عالم از آن شما باد، من این یک تک جا را دوست دارم. درست یک سال از زمانی که تلویزیون ایرانیان به من فرصتی داد که علاوه بر سخن گفتن رویاروی شما بنشینم و به هر حال با تصویر من نیز روبرو بشید می‌گذرد. به نحوی در طول این یک سال من همکاری خودم رو با تلویزیون ایرانیان ادامه دادم، چون به هر حال به اعتقاد من این صدایی که در این سوی عالم علیه رژیم حاکم بر ایران برخواسته، این صدا باید هرچه زلالتر و شفافتر به گوش مردم ایران برسه. و جالب این است که آثار رسیدن این صدا به گوش مردم ایران به خود من بارها نشان داده شده. مسافری از ایران آمده و صحبت کرده درباره برنامه خاصی که ما در تلویزیون ایرانیان داشتیم، موضوع خاصی که من دربارش صحبت کردم. به هر حال نقش یک وسیله ارتباط جمعی موفق، آن هم در این شرایط خاص، در شرایط مبارزه ما، غیر از این نمیتونه باشه. سلام به هممیهنان مقیم لس آنجلس. من و آقای علی لیمونادی، شخصیت محبوب تلویزیونی شما، الان در پایگاه هنری لندن و میعادگاه هنردوستان و هنرمندان همه دنیا هستیم. اسم اینجا ساوس بانک، مجموعه است از سالن‌های تئاتر، موسیقی، نمایشگاه نقاشی، سه تا سالن تئاتر و تقریبا یه جایی که هر موقع هر کسی که الزاماً نباید حتما هنرمند هم باشه میتونه بیاد اینجا فیلم محبوبش رو یا تئاتر مورد علاقه‌ش رو یا موسیقی مورد علاقه‌ش رو بشنوه. سلام، نوروزتون پیروز. یک سال دیگر رو در غربت آغاز می‌کنیم.
شما در ایالت گرم کالیفرنیا، ما در اینجا در لندن، شهری که از نظر هوا هیچ نگرانی نداریم، هر روزش 4 فصله. لندن شهری که سرنوشت بسیاری از کشورهای جهان سوم در اون تعیین میشه، سر و مر گنده به حیاتش ادامه میده. فروشگاه ها پر است از توریست خارجی و بیشتر از همه مردم کشور نفتخیز. پول های نفت به جای اولش برمیگرده. ساعت معروف بیگ بن هنوز از جاش تکون نخورده و کبوترهای چاق و چله و نونورش مشغول پرخوری هستند. لابد شنیدید که خانم های ایرانی توی هواپیمای ملی ایران وقتی که میان لندن چهره عوض میکنن، یعنی با مقنعه اسلامی و لباس اسلامی میرن به توالت، وقتی برمیگردن دامن مینیجو پاشونه و سرای میزانپلی شده. البته اخیراً بازرس گذاشتن توی هواپیما، این کار در فرودگاه انجام میگیره. این چهره خانم قبل از عمل، و حالا معجزه رو تماشا کنید. زمانی که مهاجرت اجباری می شود، مهاجری که به میل خود اقدام به این کار نکرده در یک فضای ناهنجاری قرار می گیرد که خود عامل هزاران نابسامانی پیشبینی نشده است. دکتر همایون فر، به نظر جناب عالی چطور ممکنه از راه مبارزات فرهنگی در خارج از کشور حس وطنخواهی و احترام به میراث‌های فرهنگی و آداب و رسوم و سنت‌های والای ایرانی را در بین ایرانیانی که جلای وطن کردن تحریک کرد؟ به نظر بنده راه‌های مختلف دارد. اولین راهش خانه است. اگر ما خانمون رو در خارج به صورت ایران کوچیک به وجود بیاریم، هر کس وارد شه حس کنه که در ایران وارد شده، تو اون فضا فرزندانمون ایرانی بار میاد. راه دوم، و این کار بر عهده و بر رسالت پدر مادر هاست که عجله نکنند و هول نزنند در اینکه بچه هاشون به جای زبون مادری زبون انگلیسی یا فرانسه یاد بگیرن، به جای آداب رسوم ایرانی آداب رسوم غربی رو یاد بگیرن، به جای سنت‌های ایرانی سنت‌های غربی رو پیشه کنند. بنابراین پدر مادرها در این مورد مسئولیت تاریخی دارند. راه دوم این است که این واقعیت رو پدر مادرها به خصوص هم متوجه بشن، هم به فرزندانشون توجه بدهند که اگر آدم بخواهد یک امری رو اشاعه بده، یه امری رو به ثبوت برسونه، باید خودش نسبت به اون امر معتقد باشه. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. من باید برای ایرانی بودنم احترام قائل باشم، ببالم به ایرانی بودن، وقتی بالیدم به ایرانی بودن آداب رسوم فرهنگ ایرانی رو حفظ میکنم، اثر کلام خواهم داشت. برای حفظ این امر راه‌های بهتری هم داریم. اون این است که نسل جوان ما 2 درس فراموش شده رو براش تجدید بکنیم. یکی شناخت تاریخ
و شناسنامه تاریخی خودشه، هویت تاریخی خودشه که در او غرور به وجود میاره، او رو احتمالاً از عقده احتمالی در مقابل فرهنگ و توفیقات غربی باز میداره و میدوند که اگر به صورت ظاهر از غرب عقبه، از لازم معنا فرهنگ ما در از خیلی جهات روچان دارد به فرهنگ مادی غرب. دوم این که زبان مادریش رو که این زبان شیرین فارسی باشد که نزدیک 14 قرن روش کار شده، این زبانی که حامل مکاتب مختلف فلسفی و اجتماعی است، این زبان که زبان ارشادی است، این زبانی است که چندین میلیون شعر خالی در اون وجود دارد و این اشعار توش فکر و اندیشه است و نسل به نسل منتقل شده، این زبان رو فراموش نکنه و ازش دور نباشه. زبان فارسی به حد اقل هم بلندگوی فرهنگ ماست، هم ناقل فرهنگ ماست. فرهنگ ما رو به دوش کشیده آورده. عرض کردم اگر این دو دست رو به وسایل مختزی به جوانانمون بیاموزیم، جوانهای ما دست از منیت و ایرانیتشون نخواهند کشید و این بهترین راه برای حفظ و بقای فرهنگمون است و برای مبارزه با عوارض تاریخی. عارضه تاریخی چیه در این مورد؟ دور بودن از محیط ایرانی است. یه بچه میره مدرسه توی در امریکا، پلو امریکایی‌ها، تو اروپا پلو اروپایی‌ها، تو جامعه هم باز یه جامعه امریکاییه، یه جامعه اروپاییه. تنها جایی که داره که در اونجا رشد فکریش یه رشد فکری ایرانی خواهد بود، محیط خونه است. این محیط رو چنانچه عرض کردم باید به کلی ایرانیش ساخت. اگه این کار بکنیم فوق‌العاده توفیق داریم. طبیعتاً نویسندگانمون، مجله نگارانمون، اساتید و محققین من در این زمینه مسئولیت دارم. در برنامه هفته آینده می نشینیم پای صحبت دکتر ماشاءالله آجودانی، استاد دانشگاه، در ارتباط با دلایل مهاجرت او و همچنین می پردازیم به مسائل اولیه راه اندازی یک برنامه تلویزیونی که فکر می کنم برای شما جالب باشد. تا هفته آینده. اولا که هرچی بدبختی داریم می کشیم از ایرانی بودنمونه. درسانی تازه این سرصدا خوابیده، این الان اومده اینجا سرصدا را میندازم بازم باعث بدبختی اون میشه. چرا؟ بلکو بابا اینا رو من میشناسم دیگه. مرد حسابی کدوم بدبختی؟ 24 ساعت در روز این تلویزیونی که جلوی توه داره به صدای انگلیسی و زبون انگلیسی پخش میکنه. یه ساعت تو هفته، یه نیم ساعت بوده حالا شده یه ساعت، یه ساعت تو هفته میگیری میشینی با زبون فارسی گوش میکنی. لامصب تکونت میده. یه دفعه تو باید گوش بکنی تا من بدم چی بهت میگم. چرا الان که تو میگی که میشی برام چشمون پر اشک بره؟ خب اینا میخوان از احساساتمون استفاده کنن. من اینا رو میشناسم. ببین جونت جون من، اینا همون ساواکی سابقه. من اینا رو میشناسم دیگه.